یک قصر و هزار دریچه. دوستای عزیز سلام، خوشحالیم که بازم وقت نشر برنامه یک قصر و هزار دریچه رسیده. آیا شما در مورد شب یلدا شنیدین که چیگونه شب است؟ این سواله به خاطر پرسان کدام که امروز لالو ماما بر مهمانایش دمی باره یک دریچه باز میکنه. ای که چی گپای دیگه دارن، بیاییم که برنامه را گوش کنیم. اینه میوان بیادر، کم کم خزانم خلاص میشه. برگای طلایی رنگ درختام افتاده و شاخ و برگ درختام لط شده. خود دیگه کم کم زمستان میرسه نی؟ مگه مرا یک چیز دیگه ایران کده؟ چی ایرانت کده؟ امی که چرا در قصر قگادیا قطار است؟ چرا قمواد خوراکه پایان میکنن؟ زمگم خوب باشه، آن باش که سر درک لالو ماما پیدا شوه که پرسانش کنیم. اوهو میمانکای گلم، چشم و چراغ دلم، خوش آمدین در این قصر پرا سر و صدا، پیش کارگرهای قلو بلم. ای ولایت لالو ماما، امی که نامت گرفتیم، شکر پیدا شدی. آلو ایره بگو که چی گفت از در این قصر؟ کدام چوچه موچه پیدا شده؟ کدام آرسی و شیرنی خوری درکت؟ چی گفت از که تو کارگرها تا بالا می دوند؟ اشما چی پا زورا ورا؟ بیاین که اول داخل دالزهای قصر بریم که در این تیله و تنبه کارگرها خدای ناخواسته و گار نشین. بازم اونجا گفت می زنین؟ بیخیصه ایست، برو که بریم. لالو ماما دیگه دل ما رو نکو، بگو دیگه که چی که پس؟ دختر جان، این کل ترتیبات به خاطر شب یلدا. شب یلدا؟ او دیگه چه قسم شب است؟ خیلی باشین که دمی باره برتان یک دریچه واز کنون. دریچه جان، میمانکایم قطار است، دلکایشان بیقرار است، جوابشان بطه دریچه علک گلمورایم انتظار است. دوستای عزیز سلام، انشالله که همتان جور و تیار و سرحال باشین. ما خبر رسانه که قصر است و ما بازم کد یک موضوع دیگه پیشتان آمدیم. این را بگوین که آیا شما درباره شب یلدا شنیدین و میدونین که چیست؟ خی بیاین که دمی مورد از چند جوان بشنویم. در خانواده ما کسی شب یلدا را تجهیز نکده. من درباره شب یلدا نفهمم. شب یلدا در اثرین شب سال میباشم. شب آخری قصر و سباش روز اول جدید میباشه. یعنی زمستان شروع میشد که چلم شما میگیم. شب یلدا قدیمترین رسم باستان کهن میباشد و هزاران سال قدامت دارد. زیادتر فارسی زبان ها شب یلدا را تجلیل میکنه. گپای دوستایتان خوش شنیدین. یلدا در زبان سریانی تولد ما نامیده و این رسم قدیم قدامت 7000 ساله داره. مردم شب یلدا را به نام شب چلی زمستان هم یاد می کنند که علاوه از برخی ولایات افغانستان در ایران و تاجکستان هم تجلیل می شه. ای که در برخی از ولایات افغانستان از این شب چطور تجلیل می شه بیاین که از چند دوست ما بشنویم. مدینه استم، مزبول سالی فرزک. مثلا ما در شب یلدا چی رقم شب یلدا را تجلیل می کنیم؟ در پالی ازی که غذای خوب پخته می کنیم، در پالی شنار می مانیم، تربوز می مانیم، به خاطر که نشانی برکت، فراوانی و تندرستی است و دیگر سعادتمند و خوشحال باشیم. و اگر ده یک صندلی میشینیم، میوه خوش گرفتم، رای چای میگیریم، دیگر مسکلانای ما قصه میشنویم، افسانه میشنویم درباره شب یلدا و دیگر فال حافظ میگیریم. شب یلدا یکی از کلتور فرهنگ به خصوص افغانی ماست که از حال نیک از سابق خواهران و پدر کلانا و دوستایی که بودن و تجلیل میکردن و تو بوده که در شب یلدا را همه دوستا را میتلبیسن، یک صندلی که بود که جلوزه و خسته و پسته یا میابردن یا کشمش و چارمغز کوت میکردن و قصه کرده و فکایی گفته و همیشه و به این رقم تجلیل میکردن. بازر که از خانه های خود میرفتن و از شب یلدا به یکی شبهای دراز سال تجلیل میکردن و ایره در خاطرات زندگی خود و همیشه جاویدان یاد میکردن. و خودم در پاکستان زیاد تجلیل کردیم، باز وطن ما که آمدیم دیگه دینمی 3-4 سال میشه که زیاد تجلیلش میکنم به خاطر که یکی از خاطرات خوبی دارم از شب یلدا. شب آرسی ما مصادف هست بمی شب یلدا در اون شد بچه ها خیه نماندن و بعید ساتیری کردن. بازم دیدیم که 11 بجه شب بود کی برمه بسیار یک خاطرات بگستم شب چقدر از بود گفت بیادر شب یلدا بود. این برمه بسیار جالب بوده.
در شب یلدا آتش بازی میکنن و خانه یک دیگه چراغ میبرن، از شب تجلیل میکنن. یکم فامیلا در شب یلدا فال چارمغز میگیرن، اگر چارمغز پر برآمد نیتشان برآورده میشه، اگر چارمغز کوچک برآمد فالشان برآورده نمیشه. خداوند شب یلدایتان خوش داشته باشه و رزق و روزیتان خداوند فراوان داشته باشه. والا ما خوال فهمیدم که شب یلدا درازترین شب سال است. بله، آخرین شب ماه قوس که سبایش روز اول جدیست و زمستان شروع میشه. ای ولایتان جوانای سره، مگم لالو ماما مرا خمی خوردنی های رنگارنگ شب یلدا گرفت. خورک چی میشه خانه که رفتیم بر ماما ما تو چیزا درست کنی؟ قربان بیادرکش کم بای خود چوا. کاش از کلی خور تنبل تقه خیر می بود، ایتو یگان چیزکای آسانه بگو. بر از این که اصلی پخت و پزه ندارم، چطور لالو ماما؟ چی بگویم دختر جان؟ بیا امی گپ تو را هم در زمین نمیندازم، یک دریچه در باره یک خوردنی آسان داره تواز میکنم. ای خیر ببینی لالو ماما. اینه ای شما و یام دریچه. اینه خوار اکثر وقت آمدم که باز نگویی شاگرده بازی گوشت هستم، بگو دیگه که چی یادم میتی؟ یادرک نازدانه ما، امروز برای تبریشم کباب یاد میتم. تو چی میگی خورک؟ ما کباب مباب یاد ندارم، از چیزای آسان شروع که برم. خیبر جان، ای کباب سخت نیست. نه خورک نشد، کباب یک کود چیزا کار داره، ما وقت ندارم که پس سودا برم، بانش بر کدام وقت دیگه. او بچه، یک را خو مرا به بردی گفتن بان، کل موادش در خانه است. باورم نمیایه، تو بگو که چیش در خانه است؟ کل کمالش، دو دونه تخم، دو دو قاشق پسته، ایل و بوری کوبیده شده است و بس. یوم شد کباب؟ خو خوارک دگه آزارت نمیتونم، بگو که چطور پخته میشه؟ اینه، اول ای دو تا تخمه در کاسه بشکنن. اینه یکیش، اینه ای دگهش. باز خوب لط بزنش که قف کنه. برو دگه تو خلاص هستی، بیادرت دیگه دقیقه جورش میکنه. راستی خو آسان است. ما تخم پز سر من کل میمانم و دایش روغن مندازم تا که داغ شود. سر و صدای داغ شدن روغن خو برآمد. آل اینمی پنجه یا قاشقه در کاسی تخم غطه میتم. سر روغنم و تا تیر و بیرک مندازم که تار تار پلو در پلو سرخ شود. باش که کارت آسان تر کنم، دستای نخوششتیم دست ما در کاسه میزنم و سر تخم پجی میگیرم تا کمو خط خطی همین مای تخم از پنجایم در روغن بفته و سرخ شوند. هر قسمی که تو راحت باشی. ای نسای کو، کم کم کل تخما مثل تار واره پلو در پلو سرخ شدن و رنگ طلایی را به خود گرفتن. او را خو میبینم، آل چی میکنیم؟ آل کتی کارد یا یک سیخ از کمر همی تخم پس تار تار تخما را بلند کده داری غوری میمانیم. البته اول کاغذ داری غوری میمانیم تا که روغنهایش جذب کنه. تو خو کلش هم لوله کدی؟ خود دل کسی که اما سوار میمانیش در غوری یا لولهش میکنه. خو ای را خو فهمیدم، باز چی میکنی؟ ایچ دیگه، این ابریشم کباب آماده است. مگم بر تزینش از امی بورا و ایل و پسته کوبیده شده سرش پاش میتی و کتی چای نوش جانش میکنی. خی باش که من ازش بخورم. ای والا راستی که هم آسان است، هم خوشمزه. خیر ببینی خوارکم. نوشک جانت بیادر جان. ای والا لالو ماما، ما خواهینه با بینه یادش گرفتم. خانه که رفتم خودم برم پخته میکنم، از کلی خوارک تنبلم خو خیر نیست. سعی که لالو ماما من هر چیز میگه. حالا دروغ میگم خوارکم، تنبل نیستی؟ خیر باشه، زیاد مزاق نکو بچه که مزاق کلی زاق نشه. تو بگی لالو ماما برم یک دریچه دیگه واز کو که امیگم بس کله. چرا نه دختر جان، ای شما و ای هم دریچه.
من میگم خدا خیرت بده لالو مامای بیجوری ما که تزی داری چای مقبولت. شما هم زنده باشین میمانکای گلمورم. والا ما خدا باره شب یلدام فهمیدم. شب یلدا درازترین شب سال است و از قدیم و قدیم غیر از اینکه در باز از ولایت های افغانستان تجلیل میشه در ایران و تاجیکستان هم تجلیل میکنن. مرا خواهمی ابریشم کباب گرفت، باید زود پخته کنم. باز اگه خوبش آمد بر لالو ماما میارم. من میگم جانتان جور جوانای سره، حال دیگه شنمندام هر چیزی را که از دریچه یاد گرفتن بر دیگه دوستای خدا میگن. حتما میگن لالو ماما. با اجازت برم خانه که نوخ نشه سر ما. برین میمانکای گلم، پناگه کتان به خدا. دوستای عزیز، برنامه را که شنیدین واجی اسیار در مؤسسه تعلیمی افغانستان براتان جور کرده بود. جهان